برنامه خدا بینندگان محترم سلام بر شما، توجه کنید به مجموع خبر این ساعت از نور. در آغاز سرخط چند خبر. صبر بی سابقه آمریکا برای امضای قرارداد امنیتی با افغانستان. وزیر خارجه آمریکا میگوید امضا شدن قرارداد امنیتی تا شروع سال نو میلادی حتمی نیست. امنیت بزرگترین چالش برای برگزاری انتخابات در کشور. کمیسیون مستقل انتخابات از ارگانهای امنیتی خواسته تا تدابیر امنیتی را از هماکنون روی دست بگیرند. و انتقاد آمریکا از اعدام مرد شماره دوم کره شمالی. امروز دوشنبه 25 قوس سال 13 نوروزی خورشیدی که برابر است با 16 دسامبر 2013 میلادی. مشروع خبرها. آمریکا مهلت امضای قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن را تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تمدید کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته که امضای این قرارداد تا پایان سال جاری میلادی حتمی نیست. با گفته وزیر خارجه آمریکا، این کشور می تواند قرارداد امنیتی را با رئیس جمهور جدید افغانستان امضا کند. با این حال، شماری از اعضای مجلس نمایندگان تاکید می کنند که آمریکا به خاطر منافعی که در افغانستان و منطقه دارد، از امضای زودهنگام این قرارداد نفع بیشتری خواهد برد. آمریکا پیش از این ماه جنوری از سال آینده میلادی را آخرین فرصت برای امضای قرارداد امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن اعلام کرده بود. اما با تازگی جان کری وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با تلویزیون آمریکایی ABC گفته است که امضای قرارداد امنیتی تا ماه جنوری حتمی نیست. با گفته آقای کری، آمریکا می تواند که این قرارداد را با رئیس جمهور بعدی افغانستان نیز امضا کند. اما وی امضای این قرارداد از سوی رئیس جمهور کرزی را بهتر می داند. این حتمی نیست که موافقت نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن تا ماه جنوری امضا شود. مطمئن هستم که یا رئیس جمهور کرزی یا رئیس جمهور آینده ای افغانستان این سند را امضا خواهد کرد. ولی به نظر من رئیس جمهور کرزی باید این کار را کند. وزیر خارجه آمریکا افزوده است که رئیس جمهور کرزی قرارداد امنیتی را با محتوای کنونی امضا نخواهد کرد. شماری از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که این یک عقب نشینی سیاسی از سوی آمریکاست و این کشور حاضر است تا برای منافع خود در افغانستان و منطقه از هر طریق ممکن برای امضای این قرارداد استفاده کند. امریکای متحده ایالات کوم اهداف چې په دې منطقه کې دغه اهداف د لاس راوړلو لپاره زه فکر کوم تغییر او تبديل د ډېر وړې وړې خبرې دي. مهم دا چې هدف لاس راوړي او هدف دا چې په دې منطقه کې باید تروریستان او ځاله د بین لاړ شي. در همین حال د دیګری از اعضای مجلس نمایندگان به این باورند که امریکا با این عقب نشینی به حکومت افغانستان فرصت داده است تا در مورد این قرارداد که به نفع افغانستان است بیشتر فکر کند. شاید این وانمود عجیب بکنه که یک سلسله خودی امریکا هست شرطتی که در رابطه به عقد پیمان امنیتی با دولت افغانستان داشتن، اونم از اون شدت میاد خود کمی کاستن، یک سلسله نرمش و انعطاف نشان دادن. ما اگر عقب نشینی سیاسی نگوییم، میتونیم بگوییم که یک فرصتی دوباره برای حکومت افغانستان و دولت افغانستان داده شد. در حال حاضر راهی که ایالات متحده امریکا داشت برای تن ندادن به خواستهای پنهان آقای کرزی و یک نوع معامله با آقای کرزی بر سر انتخابات سوم ریاست جمهوری منجر به این شد که چون این تصمیمی را ایالات متحده امریکا بگیره. وزیر خارجه آمریکا افزوده است که کشورش به خاطر برای امضای این قرارداد عجله دارد تا آمریکا و متحدینش برنامه چگونگی خروج سربازانشان از افغانستان را آماده سازند. تأمین امنیت بزرگترین چالش در برابر انتخابات آینده است. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات با ابراز این مطلب میگویند که تأمین امنیت انتخابات برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه کمک میکند و همچنان میزان مشارکت شهروندان را بالا میبرد. رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات از ارگانهای امنیتی کشور میخواهد تا برای تأمین امنیت روند انتخابات از همین حالا برنامه‌های مشخصی را داشته باشند. مشارکت گسترده شهروندان کشور در انتخابات عامل تعیین کننده در میزان مشروعیت نتیجه انتخابات دارد. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که تامین امنیت این روند بر شفافیت و میزان مشارکت شهروندان تاثیر خواهد داشت. کمیسیون مستقل انتخابات از ارگانهای امنیتی میخواهد تا برای تامین امنیت انتخابات برنامه های خود را هماهنگ کنند. د ټاکنو په وړاندې باندې د ټولو نه غټ چالش یا ستونزه چې پرته ده هغه امنیت ده، ځکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جنګ په حالت کې، د نامنۍ په حالت کې، تا
ټاکنې تر سره کوي او دا یو اسانه کار نه ده ځکه چې او ستونمن ده جنجالي ده او همدارنګه د خلکو ژوند په خطر کې ده نو امنیت د ټاکنو په وړاندې باندې ټولو نه غټ چالش ده. در همین حال شماری از نهادهای مدنی که در عرصه برنامه های انتخاباتی فعالیت دارند نسبت به شفافیت انتخابات با دیده شک نگاه می کنند. با باور آنان اش تضمینی از سوی کمیسیون های انتخاباتی برای تأمین شفافیت در انتخابات وجود ندارد. اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات به نقش علمای دین و شهروندان تحصیل کرده کشور اشاره می کند و از آنان می خواهد در تأمین شفافیت انتخابات و آگاهی دهی به شهروندان با این کمیسیون همکاری کنند. خپلواک کمیسیون زیار بازی چه طولی هغلاری چاری ولتوی ترسو دغا تاریخی تاکنی دی کمیابی پلور بانی بوزی ترسو دغا تاریخی تاکنی دی موافقت پر رول بانی بوزی خدا پیواز و توگه نکی گی ترسو سی منگ سر دی افغانستان ولس مدنی طولنی زوانان او متنفیزین او علما همکاری اونه که منگ پیواز توگه بانی دغا تاریخی تاکنی نسو ترسره کول. این در حال است که ارگانهای امنیتی از تامین امنیت انتخابات اطمینان می دهند و می گویند که برای برگزاری انتخابات بیشتر از 250 هزار سرباز امنیتی موظف خواهند شد. آخرین واحد جنگی نیروهای نظامی استرالیا امروز از کشور خارج شده است. نیروهای استرالیایی در ولایت اورزگان مستقر بودند و تعداد آنان در سالهای گذشته به 5000 سرباز می رسید. قرار است که 4 افسر استرالیایی برای آموزش نیروهای امنیتی افغانستان در کشور باقی بمانند. رئیس عمومی امنیت ملی از بازداشت 3 تن از سازماندهندگان حملات انتحاری و تخریبی در ولایت جوزجان خبر داده است. در خبرنامه این ریاست عمومی امنیت ملی آمده است که این افراد قصد داشتند تا حملات انتحاری و تهاجمی را در ولایت جوزجان بر راه بیندازند. از نزد این افراد مقدار سلاح و واسکت‌های انتحاری نیز به دست آمده است. نیروهای امنیتی کشور بسیاری از روستاهای ناامن ولایت‌های نورستان و کنر را از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی کردند. این مناطق در نتیجه عملیات تصفیه‌ای 4 روزه از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی شده است و راه‌های مواصلاتی بین نورستان و کنر بر روی عبور و مرور کنندگان باز شده است. این در حالی است که راه‌های مواصلاتی بین نورستان و کنر از 4 سال به این سو به دلیل حضور مخالفان مسلح دولت بسته بوده است. 8 طالب مسلح در ولسوالی اندر غزنی کشته شدند و 10 تن دیگر آنان زخم برداشتند. مسئولان محلی غزنی گفتند که در میان کشته شده های این رویداد 2 شهروند پاکستانی نیز شامل است. ولسوال اندر گفته است که این تلفات در نتیجه عملیاتی با طالبان وارد شده است که 3 روز پیش برای پاکسازی این ولسوالی راه اندازی شده بود و در نتیجه حمله یک سرباز ارتش بر همقدرانش در ولایت هرات 2 سرباز شهید شدند و 2 تن دیگری آنان زخم برداشتند. مسئولان امنیتی در هرات میگویند که این رویداد شب گذشته در یک پاسگاه نیروهای ارتش در ولسوالی اوبی این ولایت رخ داده است. شیراقا الکوزه فرمانده پلیس ولسوالی اوبی هرات میگوید که این رویداد پس از یک مشاجره لفظی به وقوع پیوسته است. تا اکنون انگیزه اصلی این رویداد معلوم نیست. این در حالی است که شام روز گذشته در ولسوالی شیندند هرات نیز یک پلیس بر هم قطاران خود شلیک کرده بود. مسئولان بانک مرکزی افغانستان میگویند که این بانک منابع بیشتر دارد و در صورت کاهش کمک‌های خارجی نیز ارزش پول افغانی را در برابر ارزهای خارجی ثابت نگه خواهد داشت. این مسئولان همچنان تاکید می‌کنند که بلند رفتن قیمت دلار در برابر پول افغانی کوتاه مدت بوده و به زودی ختم خواهد شد و پول افغانی ارزش خود را نخواهد باخت. منیب شاهین با شرح بیشتر. در این اواخر باهای پول افغانی در مقابل ارزهای خارجی کاهش یافته است. پول افغانی از همه بیشتر در مقابل دلار آمریکایی پایین آمده است. پایین آمدن باهای افغانی واکنش‌هایی را در پی داشته است. شماری از آگاهان به این باورند که پول افغانی در صورت کاهش کمک‌های خارجی باهای خود را از دست خواهد داد. اما مسئولان بانک مرکزی بلند رفتن باهای ارزهای خارجی به ویژه دلار آمریکایی را مقطعی می‌دانند. به گفته آنان بانک مرکزی کشور منابع زیادی در اختیار دارد و در صورت کاهش کمک‌های خارجی پول افغانی ارزش خود را نخواهد باخت. و ما منابع ما به حدی بندازی است که اگر کمکام کم باشه ما میتونیم به اون منابعی که در دسترس بانک مرکزی است او را ادامه بدیم، ارزش ثابت نگاه کنیم، مردم از این مطمئن باشه افغانی هیچ ارزش اساسی خود از دست نمیده.
در همین حال برای نخستین بار سیستم ثبت اعتبارات عامه در بانک مرکزی کشور گشایش یافت. مدیریت عمومی ثبت اعتبارات عامه بانک مرکزی کشور میگوید که این سیستم می تواند در گرفتن قرضه، معلومات درباره قرضه گیرنده، جلوگیری از ضیاع وقت، افزایش رقابت سالم میان بانک ها و کاهش سرقت در بانک جلوگیری کند. با تطبیق این سیستم مزایایی را که می تواند در جامعه به وجود بیاره ای است که رقابت بین بانک‌ها سالم‌تر می‌سازه، جلوگیری از ضیاع وقت می‌کنه، به این معنی است که ما با تکنولوژی مدرن می‌تونیم که معلومات دقیق‌تر را دریافت بکنیم، در کاهش خطرات می‌تونه در بانک‌ها کمک بکنه و همچنان در تصمیم‌گیری می‌تونه بانک‌ها را بسیار زیاد کمک بکنه. تا یا فقدان امیش سیستم تا حالا اکثریت بانک‌ها بسیار در قرضدهی سلکتیو بودن، انتخابی بودن، مجبور بودن فقط شخص باید خودشان بشناسه، اعتبارش در معلومات کنن از بازار، از مارکت چطور است، فقط سر از اون انگشت بگذاره و او رو بتم. این در حال است که پیش از این شماری از اعضای مجلس نمایندگان و وزارت مالیه کشور دلیل افزایش بهای دلار در برابر پول افغانی را عدم امضای قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن گفته بودند. دو شرکت به خرید کابل بانک نو آمادگی نشان دادند. به گفته مسئولان بانک مرکزی 4 شرکت برای خرید این بانک درخواست داده بودند، اما از این میان 2 شرکت اسناد مربوط داوطلبی را تکمیل کرده است. وزارت مالی کشور میگوید تا 2 هفته دیگر نتیجه داوطلبی اعلام خواهد شد. به اساس فیصله شورای وزیران، کابل بانک نو دوباره برای خصوصی سازی به داوطلبی گذاشته شد. پس از اعلام داوطلبی 4 شرکت برای خرید این بانک اسناد داوطلبی را از بانک مرکزی کشور به دست آوردند، اما از این میان 2 شرکت روز دوشنبه اسناد داوطلبی را به بانک مرکزی و وزارت مالیه تسلیم کردند. کمپانی سی بی جی آی کرو کپیتال و کمپانی دیگه ما کرو کپیتال است که تا فعلا 2 کمپانی آفرای خود را رسما به ما ارائه کرده. مسئولان وزارت مالیه کشور میگویند که تا 2 هفته دیگر اسناد شرکت های علاقمند خرید کابل بانک نو ارزیابی خواهد شد. البته در ظرف 2 هفته آینده ما ارزیابی میکنیم آفرای زیاره، انشالله نتیجه رسما برای شما اطلاع میکنیم. برای بررسی اسناد شرکت های یاد شده یک کمیته متشکل از نمایندگان کابل بانک، وزارت مالیه و بانک مرکزی تشکیل خواهد شد و هر شرکتی که اسناد ارائه شده اش مورد قبول واقع شود، کابل بانک نو به همان شرکت فروخته خواهد شد. در افغانستان بانک یکی اجازه صدور جواز یا اجازه فعالیت بانک‌ها در افغانستان است که جواز اعطا میکنه و نظارت از زیر تعقیب میکنه. کابل بانک یکی از بانک‌های پرآوازه کشور بود، اما در سال 1389 خورشیدی ورشکسته شد. پس از ورشکست شدن دولت عهده‌دار کارهای این بانک شد و این دومین بار است که این بانک به داوطلبی گذاشته میشود. قرارداد 8 پروژه ساختمانی که قرار است در 7 ولایت کشور اعمار شود به امضا رسیده است. این پروژه ها شامل اعمار 2 جاده و 6 پل کنکریتی است. هزینه مجموعی این پروژه ها بیش از 266 میلیون افغانی گفته شده است و از کمک های بدون بازپرداخت بانک جهانی تمویل می شود. وزارت فواید عامه به شرکت های قراردادی هشدار می دهد که اگر کار این پروژه ها در زمان معین و با کیفیتی که در قرارداد ذکر شده است اعمار نشود، قراردادهای کاری در جریان کار فسخ خواهد شد. وزارت فواید عامه کشور قرارداد 8 پروژه ساختمانی را با ارزش بیش از 266 میلیون افغانی با 7 شرکت ساختمانی داخلی روز دوشنبه در کابل امضا کرد. بیان وزارت فواید عامه میگوید که این پروژه ها شامل برنامه ملی راهسازی روستایی این وزارت می شود. پروژه های یاد شده در ولایت های کابل، بغلان، دایکندی، کندوز، بدخشان، فاریاب و پکتیا تطبیق خواهد شد. با گفته مسئولان وزارت فواید عامه این پروژه ها تا یک سال دیگر تکمیل و برای استفاده آماده خواهد شد. اعمار یک پایه پل آهن کنکریتی به طول 15 متر بالای دریای شابیدک در ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی. اعمار یک پایه پل آهن کنکریتی به طول 14 متر بالای سرک باغ مبارک خاش در منطقه خاش جرم در قریه کوزور در ولایت بدخشان. اعمار و ساختمان یک پایه پل آهن کنکریتی به طول 12 متر در ولسوالی احمدخیل ولایت پکتیا. اعمار یک پایه پل آهن کنکریتی به طول 48 متر بالای دریای سرهاوس در مسیر سرک میمنه
سرحوز یا منطقه لولاش ولایت فاریاب. در همین حال مسئولان وزارت فواید عامه میگویند که این وزارت نقاط آسیب پذیر در فصل سرما را شناسایی کرده است. به گفته آنان در 23 ولایت کشور نقاط آسیب پذیر وجود دارد. عموما همیشه تدابیر پیشگیرانه از طرف وزارت فواید عامه در قسمت سالهای قبل هم گرفته شده و هم سالم پیش از اینکه زمستان برسه تمامی نقاط شناسایی شده بود قبل از قبل و یک تعداد از نقاط دیگه هم که مشکلات داشت در این اضافه شده که تقریبا در حدود 295 نقطه در سطح کشور می وقتی نقطه میگیم یک قسمت را تقریبا اضافه تر از 10 یا 15 کیلومتر حتما احتوا میکنه در سراسر کشور تمام رفع مشکلات گپ آسان نیست فقط نقاط صعب العبور و نقاطی که مشکلات داره که مردم نمیتونه در این قسمت پاکاری بکنه از وسط توان از اونها خارج هست وزارت فواید عامه با 3 کاتگوری در این قسمت کارا را تنظیم ساخته این در حالی است که همساله در فصل سرما تعدادی از شهروندان کشور در اثر حوادث مانند برف کوچ و بندش راه‌های مواصلاتی در مسیر راه جان میدهند و خبر اخیر از کشور این که مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی هرات میگویند که هماکنون بیش از 20,000 تن از معلولان و ورثه شهدا در این ولایت معاش و امتیازات دولتی را دریافت میکنند و این تعداد رو به افزایش است. به گفته مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی هرات جنگ و ناامنی سبب افزایش تعداد معلولان در این ولایت شده است. بر اساس معلومات ریاست کار و امور اجتماعی هرات در جریان سال جاری خورشیدی 16,000 ورثه شهدا و 4,000 معلول از این اداره معاش دریافت کردند. رویدادهای مهم جهان را دنبال می کنیم. مسئولان ارتش رژیم اسرائیل میگویند که یک سرباز بر اثر شلیک تک تیراندازهای ارتش لبنان کشته شده است. به دنبال این حادثه ارتش رژیم اسرائیل هشدار داده است که هیچ تهاجمی را علیه خود نخواهد پذیرفت. آخرین درگیری و جنگ شدید در مرز اسرائیل و لبنان در سال 2006 میلادی رخ داده بود. همزمان در دو حادثه جداگانه در داخل و اطراف شهر سیدای لبنان 5 نفر کشته شدند. این حادثه در اثر شلیک مردان مسلح و دو ایستگاه بازرسی ارتش لبنان اتفاق افتاده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته است که پژوهش در زمینه سلاح‌های کشتار جمعی منافع ملی ایران را تأمین نمی‌کند. با گفته آقای روحانی وی نمی‌خواهد که در دکترین دفاعی کشورش پژوهش در عرصه سلاح‌های کشتار جمعی وجود داشته باشد. حسن روحانی همچنان تولید سلاح‌های کشتار جمعی را خلاف فتوای آیت الله خامنه‌ای خوانده است. رئیس جمهوری ایران کشورش را یکی از کشورهای خوانده که با گفته وی آمریکا حق غنی‌سازی یورانیوم ایران را پذیرفته است. روسیه موشک‌های پیشرفته اسکندر خود را در مرز با اروپا مستقر کرده است. روزنامه متروچاپ مسکو نوشته است که بر اساس اطلاعات منابع اروپایی و تصاویر گرفته شده توسط ماهواره‌های اروپایی، روسیه 10 فروند موشک تاکتیکی اسکندر را در منطقه برونگان کالینینگراد هم مرز با پولند مستقر کرده است. به نوشته روزنامه، موشک‌های مستقر شده می‌تواند اهداف مختلف در کشورهای پولند و آلمان را هدف قرار دهد. این در حالی است که روسیه در سال 2010 میلادی نسبت به استقرار سامانه موشکی آمریکا در اروپا هشدار داده بود. و جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته که اعدام جنگ سونگ تک مرد شماره دوم کره شمالی نشانه شوم و عدم ثبات سیاسی در این کشور است. آقای کری همچنان گفته است که این اقدام کره می‌رساند که باید این کشور خلع سلاح هسته‌ای شود. جان کری در گفتگوی با شبکه تلویزیونی ABC گفته است که این اعدام نشان دهنده بی‌رحمی کره شمالی بر رهبر کیم جونگ اون است. اعدام مرد شماره دوم کره شمالی در زمان رویداد که او مشغول گستردن رابطه تجاری این کشور با چین بود. در روز پایانی هفته 16 لیگ برتر انگلیس لیورپول با 5 گل میزبان خود تاتنهام را در هم کوبید. منچستر یونایتد هم با 3 گل آستون ویلا را شکست داد. بازی نوریچ و سوانزی 1-1 مساوی شد. در ادامه هفته 16 یوونتوس با 4 گل ساسولو را شکست داد و با 43 امتیاز صدرنشینی‌اش را تثبیت کرد. ناپولی در رده سومی 4-2 انتر را در هم کوبید که او با 1 گل مغلوب سامپدوریا شد. فیورنتینا 3-0 بولونیا را برد. در همین حال در هفته
16 لیگای اسپانیا اتلتیکو مادرید با 3 گل والنسیا را شکست داد و هم امتیاز با بارسلونا مبایلت تفاضل گل کمتر در رده دوم جدول قرار گرفت. سوسیداد 5-1 بتیس را شکست داد و بازی سویا با بلباو 1-1 و آلماریا با اسپانیول به تساوی بدون گل رسیدند. این بود خبرها تا این ساعت از نور. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.